سلام علی شیرازی هستم و با برنامه بررسی روزنامه های امروز ایران دوشنبه هفتم اسفند ماه در خدمت شما هستم برنامه امروز را رو با روزنامه شرق شروع میکنیم که در تیتر یک آورده صدر ازم جای رئیس جمهور در این گزارش آمده میهمان ناخوانده وسط نشست خبری احمدی نژاد و خبرنگاران پرید تا هم گفتگوی زنده قد شود و هم سؤال خبرنگار مهر به همراه پاسخش سانسور در حالی که خبرنگاران و رئیس دولت به تصور خود جلسه زنده خبری را ادامه میدادند مردم پای گیرنده های خود پیامهای بازرگانی و سریال صدر اعظم تماشا می کردند توفیقی اجباری که قطع برنامه زنده شامل حال بینندگان تلویزیون کرد سریالی مربوط به دوران زمامداری محمدشاه و ناصرالدین شاه مردم به تماشای ماجرای صدر اعظم های در قجری نشستند و دسیسه های درباریان و مهد اولیا و خارجی ها برای افزایش قدرت آقاسی که در عبدالعظیم بس نشست و آقا خان نوری که طبعه انگلیس شده بود همزمان با پخش سریال صدر اعظم گویا کسی از میان حاضران آن نشست اطلاعی از اتفاقی که در جریان بود نداشت خبرنگاران بعدا اعلام کردند که از توقف پخش تلویزیون نشست خبری بیخبر بودند آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده احمدی نژاد هم از قطع برنامه زنده بیخبر بود از چند روز قبل دفتر رسانه روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده بود که احمدی نژاد قصد دارد در یک گفتگوی زنده تلویزیونی شرکت کند بعد هم اعلام شد برخلاف سنت گذشته خبرنگاران هم میتوانند در این گفتگو حاضر شوند و سوالهایشان را بپرسند. محل نشست در نهاد ریاست جمهوری دیده شده بود و جز صدا و سیما تنها از نمایندگان خبرگزاری ها برای حضور در این نشست دعوت شده بود. بخش اول گفتگو سهم صدا و سیما و حیدری بود که حق داشت چندین سوال از احمدی نژاد بپرسند. برخلاف هیدری که کنار دست رئیس دولت نشسته بود خبرنگاران اما روبروی رئیس دولت جای گرفته بودند و هر یک هم تنها حق پرسیدن یک سؤال را داشتند بخش جالبتر ماجرا اما بعد از پایان سؤالهای هیدری بود زمانی که سؤالهای هیدری و پاسخهای احمدی نژاد تقریبا بعد از پنج دقیقه تمام شد گویا دیگر خیلی مهم نبود که بقیه گفتگو زنده ادامه پیدا کند یا ضبط شده تا جایی که در نسخه ضبط شده ادامه گفتگو که بعد از سریال پخش شد هم پرسش انتقادی خبرگزاری مهر از رئیس دولت و هم پاسخ طولانی احمدی نژاد به او سانسور شد هیدری در حال دعوت از خبرنگار خبرگزاری فارس برای طرح سوال خود از احمدی نژاد بود اما زیرنویس صدا و سیما به بینندگان اعلام میکرد که ادامه گفتگو زنده را بعد از پخش سریال خواهند دید. سریال صدر در حال پخش بود که سامانه پیامکی اطلاع رسانی دولت در پیامکی به قطع ناگهانی پخش زنده گفتگو رئیس جمهور از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر در متن پیامکی که ساعت 23 و 18 دقیقه برای مخاطبان ارسال شد آمده بود، صدا و سیما در اقدامی غیرمنتظره پخش زنده گفتگو رادیو تلویزیونی رئیس جمهور را به بهانه پخش آگهی سریال و موسیقی قطع کرد گرچه دولت از قطع برنامه زنده خود خبری احمدی نژاد گلایمند است و آن را برگردن صدا و سیما می اندازد اما به نظر می رسد که وقفه خبری چندان هم برای دولت بد نشد تا جایی که فرصت ایجاد شد تا سوال خبرنگار مه و پاسخ احمدی نژاد به او از وسط فیلم نشست قیچی شود خبر دیگر روزنامه شرق این تیتر رو داره بازگشت کپون به صفره ها در این خبر آمده با تصویب مجلس بازگشت به دوران کپون در ایران آغاز شد تا از این پس دولت بنابر مصوبه بهارستان نشینان ملزم به تأمین شش قلم از کالاهای اساسی مورد نیاز اخشار آسیب پذیر شود. با این تفاصیل از این پس قرار است تأمین برخی اقلام مورد نیاز قشرهای آسیب پذیر با توضیح کپون محقق شود. مجلس روز گذشته کلیات طرحی را مصوب کرد که تا به, دلیل وضعیت کنونی دهک های پایین جامعه دولت به فکر تأمین گوشت، مرغ و برنج صفرهای مردم باشد. سابقه ورود کپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه 1360 و شکلگیری ستاد بسیج اقتصادی برمیگردد. البته با پایان ریافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد. از ده اوایل دهه 1360 تا کنون 13 مرحله کالابرگ منتشر شده. آبان ماه سال 91 139 نماینده به یک فوریت کلیات طرحی رأی دادند که پیشتر در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده بود. روز گذشته نیز کلیات طرح تامین کالاهای اساسی برای اخشار آسیب پذیر جامعه با 144 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از مجموع 227 به تصویب رسید. در ماده واحده این طرح آمده که دولت موظف است تا برای کمک به معاش خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نخستین دهک پایین درآمدی جامعه نسبت به تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز آنها اقدام کند. تنز امروز روزنامه مردم سالاری هم این تیتر رو داره. من و این همه خوشبختی. محمد حسین روانبخش امروز نوشته من و این همه خوشبختی محاله. از نظر مسئولان خیلی محترم اجرایی این زبان حال امروز هموطنان گرامی است که چیزی عجیب و غریب به نام ایدانه گرفتن در تمام دنیا کسی فکر نکرده بود که می شود بعد از اینکه ارزش پول مردم به یک سوم تقلیل پیدا کرد به آنها پولی داده شود که بروند و کیف کنند اما در ایران ابتکار چنان گسترش پیدا کرده که این کارها قابلی ندارد اگرچه بعضی ها میگویند ایدانه نمیخواهیم لطف فرموده ارزش پول ملی را بیشتر از این پایین نیاورید. چگونگی پرداخت ایدانه هم خودش ابتکاری داشت که قابل بیانه. قبلا اعلام شده بود که ایدانه مردم هفتاد هزار تومن است. یعنی روم به دیوار مبلغی که میتوان با آن دو کیلو پسته یا دو نیم کیلو گوشت خرید. اما، اما و صد اما. مسئولان زحمتکش و پرتوان جوری برنامه ریزی کرده بودند که مردم یک باره دوچار زق زیادی نشوند و خدای نکرده قلب کلیه و لوزالمعدهشان معدهشان آسیب نبیند به این ترتیب که ابتدا به مردم گفتند ایدانه هفتاد هزار تومنه و مردم در همان حد زق, زق کردند پس از آن ولی گلاب به رویتون 15 هزار تومن دیگه یعنی برابر نیم کیلو پسته به قیمت دولتی یا 600 گرم گوشت با استخون به اون اضافه شد و موجب حیرت جهانیان و خوشحالی وصف ناشدنی همگان شد حالا با این رفتارهای ابتکاری و بزرگ چرا بعضی ها هنوز هم میگویند این ماه ماهای آخر دولت است وای از این همه بیبفایی <تصفح> ولی درویشی هم در سرمقاله مردم سالاری به مصاحبه مطبوعاتی اخیر رئیس جمهور اشاره کرده که در بخش نخست باز هم آقای مجری مهربان همیشگی با آن لبخندهای تحمیل شده بر ذهن دردمند و پرسشگر مخاطب میداندار و تنها پرسشگر این برنامه بود. در بخش دوم و قبل از هر چیز هاشیهای پخش تلویزیونی آن مهم بود. قطع این گفتگوی زنده و موکول شدن پخش آن به بعد از یک سریال تکراری و نیز سانسور اصلی ترین پرسش مطرح شده در این برنامه را باید استمرار رویه نامحرم دانستن مردم از سوی صدا و سیما دانست. نویسنده در این مقاله فرصت سوزی صورت گرفته از سوی خبرنگاران دعوت شده و برگزیده در چنین فرصتی را تأسف برانگیز خواند و گفته در شرایطی که کشور به معنای واقعی کلمه به معنای واقعی کلمه درد داشته اقتصادش دردمند سیاستش دردمند فرهنگ و هنرش دردمند و جامعهش انباشته از درد هاست و بسیاری از صاحب نظران برانند که این دردها ها زائده سوء از ام... <تصفح> میخوام زائده سوء مدیریت ها و ناکارآمدی های متعدد دولت است. مردم از بیشتر خبرنگاران تقریبا همان را دیدن که بارها و بارها از مجری اصلی این برنامه دیده بودن. گویا همه چیز آنچنان درست است که حتی در بحث بودجه نیست سؤالی جدی از احمدی نژاد قابل ته نیست و آنان نیست فقط آمدن تا در نمایش چهره پاسخگو از رئیس جمهور ایشان را یاری کنند. در این قسمت از برنامه توجه شما را جلب می کنم به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران. روزنامه بهار هم در خبری کیفرخواست سه قاضی جنایت کهریزک رو منتشر کرده و آورده دادستانی تهران در کیفرخواست پرونده کهریزک سه نفر از قضات تعلیقی این پرونده را به مشارکت در بازداشت غیرقانونی و متهم سرشناس آن را علاوه بر اتهام مذکور به معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب معمور مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود متهم کرده است این در حالی است که اتهام معاونت در قتل از کیفرخواست سعید مرتضوی حذف شده است گزارش اصلی صفحه اقتصادی بهار هم این تیتر رو داره کورس صفرها در این گزارش آمده رقص اعداد در بازار را که دیده باشید کورس صفرها هم برایتان معنادار می شود. معنادار می شود چون صفرها کورس گذاشتند و پای دو صفر هم به درصد افزایش قیمت ها باز شده است. بی تعارف قیمت ها دهانکجی می کنند به خریداری که دخلش به دهکار خرجش است. افزایش بهای نهاده های دامی و مواد پروتئینی از بهمن ماه سال 91 سال 90 تا بهمن ماه سال 91 را که به تماشا بنشینی گیج میشوی از دیوانگی اعداد و افزایش 230 درصدی قیمت هر کیلو گوساله زنده 103 درصدی گوشت گوسفند و 74 درصدی شیر خان گوشت گوسفند و گوساله 30 هزار تومان را زیر پا گذاشتند و خوشنشینان این روزها گوشت 45 هزار تومانی را مزه مزه می کنند مرغ بال درآورده از دیوار 7000 تومان پریده تا نسبت یک سومی قیمت خود با گوشت را حفظ کند مدیران میخواهند بازار تنظیم کنند اما قیمت تمام شده همه برنامه های تنظیم بازاری را خط میزند چرخ تولید به سختی میچرخد و تولید کنندگان کمکاری را ترجیح میدهند واردات نهاده ها و مواد اولیه سخت شده و افزایش قیمت دلار مسیر قاچاق را به سمت خارج کج کرده است. نظارت بر بازار نظارت بر بازار که هیچ مرزهای شرقی و غربی هم بدون ناظر ماندن تا قاچاقچیان با خیال راحت دام های زنده را عبور دهند شاید بد نباشد بدانید این روزها دام زنده از نقاط مرکزی به مرزهای شرقی و غربی کشور می رود تا تولید کنندگان گوسفند زنده هر کیلو هفت دلار را تجربه کنند پای صحبت رانندگان کامیون و چوبدارانی که تا لب مرز رفته و برگشتند بنشینی برای تعریف می کنند از آقلهای صحرایی و تیراندازی قاچاخچی ها به کسانی که قصد نزدیک شدن به دامهای آماده برای قاچاق را دارند. روزنامه آرمان هم در صفحه سیاسی خبری داره با این تیتر سوال و جوابی که از صدا و سیما پخش نشد سوال خبرنگار مهر از رئیس جمهور که از سوی رسانه ملی پخش نشد حاوی انتقاداتی نسبت به وعده های گذشته رئیس جمهور و عملکرد وی در مسائل در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بود. متن کامل سوال خبرنگار این خبرگزاری از رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی وی با ها این بود. در ابتدای دولت فرمودید پول نفت را سر سفره مردم می آورید. در حالی که امروز شاهد این هستیم که ارزش پول و دارایی مردم به یک سوم کاهش پیدا کرده است. وعده دادید سه میلیون شغل ایجاد میکنید اما امروز نمایندگان در مجلس شاهد مراجعات مکرر مردم هستند که بیشترین دغدغهشان افزایش بیکاری و تعطیلی کارخانجات است شما در ماجرای هدفمندی یارانه ها مدعی شدید که با اجرای این طرح میخواهید پول در جیب مردم بگذارید اما نظرسنجی که از طریق تلویزیون هم پخش شد نشان داد بیش از 80 درصد مردم میگویند پول یارانه ها را نمیخواهند و خواستار بازگشت قیمت ها به گذشته هستند مهمترین شعاری که شما دادید مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و گفتید که میخواهید با فساد اکبر مبارزه کنید حالان که بزرگترین پرونده فساد اقتصادی یعنی همان اختلاس 3000 میلیارد تومانی در دوران شما اتفاق افتاد قوه قضاییه را تهدید کردید که کابینه و اطرافیان شما خط قرمز هستند و حتی اجازه رسیدگی به اتهامات آنها را نمی دهید. گفتید پاکترین دولت بعد از انقلاب هستید در حالی که بودجه که از مهمترین اسناد انضباطی و مالی کشور است با بالاترین تأخیر در طول تاریخ انقلاب هنوز به مجلس ارائه نشده است. هرچند این سوال انتقادی از رئیس جمهور و پاسخ احمدی نژاد به آن از سوی رسانه ملی پخش نشد اما پاسخ رئیس جمهور به این سوال این گونه بود خیلی متشکرم خبرگزاری مهر یک خبرگزاری وابسته به سازمان و تبلیغات است و با پول دولت هم اداره می شود شما یک بیانیه خواندید اشکالی هم ندارد من تحمل می کنم اما مطمئنا شما پیش هیچ مسئول دیگری نمی توانید چنین بیانیه بخوانید فقط پیش احمدی نژاد می توانید. احمدی نژاد افسود شما یک بیانیه خواندید یک سری اتهامات به دولت وارد کردید یک شخصی گفته دولت بزرگترین فساد اقتصادی را داشته است در دوره ما اتفاق افتاده بله در دوره ما پنج جنگ هم در دنیا اتفاق افتاده ارتباطش به دولت مهم است خیلی ها خیلی کارها می کنند ربطش به دولت چیست فساد اتفاق افتاده چه ربطی به دولت دارد زلزله هم می آید. ممکن است یک عده هم یکدیگر را بکشند ارتباطش با دولت مهم است آیا دولت نقشی داشته است خیر من همچنان میگویم پاک ترین دولت است همه بسیج شدند که بالاخره یک چیزی پیدا کنند که دولت متهم شود احمدی نژاد با بیان اینکه می شود همه مشکلات کشور را به این دولت وصل کرد گفت اشکالی هم ندارد ما معتقدیم دولت پول نفت را بر سر سفره مردم آورد چرا نیاورد اینکه میگویید پول مردم یک سوم شده در جیب چه کسی رفته است؟ پس یک عده پولدارتر شدن. بله. کسانی که حقوق ثابتی میگیرند در این یک سال آسیب دیدند. قبل از این یک سال چه؟ باز هم آسیب دیدند. تمام شاخص ها اندازه‌گیری هایی که تمام نهادها حتی مخالفان دولت تهیه کردن میگویند فاصله طبقاتی کم شده. این یعنی چه؟ یعنی رفت سر سفره مردم. ستون تنز روزنامه قانون هم بیزینس لانچ را بیزنس لانچ ایرانی رو مد نظر قرار داده و نوشته در عرصه خدمت رسانی و اطلاع رسانی گاهی اصول قوای مختلف با هم فرق می کند و هیچ کدام نیز به خاطر پایبندیشان حاضر به کوتاه آمدن نیستند. نتیجه هم می شود اختلاف نظر البته جزئی بین قوه مجریه و دو قوه دیگر. این مسئله موجب شده که هواشی البته بی اهمیت برای قوا به وجود بیاد که شرح آن را می دانیم. حالا این سطح از اختلاف طبیعی و اشکالی نداره اما برای اصولگرایان همین اختلاف نظرات جزئی هم قابل قبول نیست و ترجیح می دهند تمرکز همه صرفا هم بر خدمت کردن به مردم باشد. به همین دلیل راهکار جلسه مشترک رؤسای سقوه با ناهار کاری اجرایی شده. تم آن روز هم کتاب خواندن بوده. از همین رو وقتی عکاسان به داخل سالن دعوت می شوند، دوستان رئیس و قوه در حال خواندن کتاب بودن. از آنجا که رسانه های بیگانه خیلی بغلی نیستند و به آغوش مردم بر نمیگردند احتمالا باز هم روایت وارانه ای از این جلسه ارائه خواهند داد در اینجا می خواهیم سیاه های رسانه های بیگانه از این جلسه مفید را برایتان پیش بینی کنیم سناریو الف اصلا نهار را شروع نمی کنند و هر کس می رود توی اتاق خودش نهار می خورد به دلیل اینکه احتمال یک رئیس دولت اصرار میکنه که چهار تا غذا بگیریم و آقا اسفندیار هم بیاد دور همی با هم نهار بخورن ولی برادران لاریجانی معترض میشن که اون که رئیس قوه نیست احمدی نجات هم پاسخ میده خب رئیس قوه نیست رئیس بلقوه که هست احتمال دو رئیس قوه مجریه اصرار میکنه برون کف راهرو منتهی به صحن علنی مجلس سفره بندازن و کف زمین بشینن و مقابل دیدگان 80 هزار خبرنگار مشتاق و علاقه‌مند نان و پنیر و گوجه نارمکی بخورن ولی سران دو قوه دیگر معتقدن زشت بابا بی خیال آنها غذای پلویی بیشتر دوست دارند احتمال سه لاری جانی ها میترسن سرعت غذا خوردن احمدی نژاد مثل سرعت ارائه لایه بودجه 92 باشه سناریوی دوم نهار شروع میشه ولی نیمه کاره رها میشه به دلیل اینکه احتمال اول وسط نهار آقای احمدی نژاد میپرسه داداش چطوره رئیس قوه مقننه شاکی آها ببخشید آقای احمدی نژاد میپرسه داداش چطوره رئیس قوه مقننه شاکی میشه میز رو برمیگردونه و میره احتمال دوم رئیس جمهور داره سر نهار خاطره تعریف میکنه که ناگهان آقای زرقامی وسط حرفای رئیس جمهور س... رئیس جمهور سریال شبکه یک رو پخش میکنه حواس رئیس دو... دو, قوه دیگه به تلویزیون پرت میشه آقای احمدی نژاد ناراحت میشه سفره رو ترک میکنه و میره تا به سعید مرتضوی شغل جدید بده احتمال سوم رئیس قوه مجریه میگه آقا اون تدیگ رو میدی بیاد اینور علی لاریجانی معترض میشه که اینطور نمیشه آقای رئیس جمهور همه چیز اصولگران رو برای خودشون میخوان سناریو سوم نهار به اتمام میرسه و سران از هم خداحافظی میکنن به این شکل احتمال اول رئیس مجلس به رئیس دولت میگه بعد نیست نیستم اما سفره بوی نف میداد احتمال دوم دیالوگ های زیر بین آقایان رد و بدل میشه رئیس جمهور چسبید دمت گرم رئیس مجلس قربونت پس این هدفمندی کنسله دیگه رئیس جمهور نه بابا چی چی کنسله یه چیزی گفتم سر نهار اوقاتمون ترخ نشه و اما کارتون های انتخابی امروز کارتون روزنامه اعتماد کار محسن ظریفیان کارتون روزنامه قانون کار محمد رضا میرشاه ولد کارتون خبرگزاری ایسنا کاری از راحت خلیل کارتون روزنامه جامع جم، کار مجتبا حیدری پناه کارتون روزنامه مردم سالاری کاری از علی کاشی کارتون روزنامه شرق کار سلمان تاهری کارتونی از مانا نیستانی و در آخر کارتون زیبا از توکا نیستانی از اینکه امروز هم همراه برنامه بررسی روزنامه بودید از شما سپاسگزارم تا فردا ایام کام شب و روزتان خوش